ایران در کمربندی واقع شده که به کمربند زلزله معروف، به همین دلیل یک کشور حادثه خیزه و ایمنی در اون باید خیلی با دقت رعایت بشه که ضریب خطا و ضریب تلفات رو بیاره پایین. اما شما چطور؟ آیا شما آمادگی لازم برای برخورد با حوادث ناشی از زلزله رو دارید؟ بیاید روی خط و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید با شماره تلفن 202-260-7110. شما همچنین میتونید از تلفناتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما بفرستید تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونید از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با ما همراه باشید. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام روی خط رو فراموش نکنید. من افشار سیگارچی هستم و همراه با شما با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا. در مورد ایمنی سازی در همه جهان خیلی مهمه و مطرحه. کارشناسای بسیاری به کار گرفته میشن که در برابر بلایای طبیعی، حوادثی که میتونه جان شهروندان رو به خطر بندازه، ایمنی سازی کنن. اما یکی از مهمترین این مسائل پدیده است به نام زلزله که هنوز علم جهان به اون نقطه نرسیده که بتونه از چنین حادثه‌ای جلوگیری بکنه یا حتی پیش بینی بکنه و یا حتی پیشگیری بکنه. بنابراین رخ میده. ایران در منطقه‌ای واقع شده که به کمربند زلزله معروفه. روی این کمربند واقع شده. زلزله‌های پی در پی و خونبار و هولناکی در ایران رخ داده که آخرین اون 13 سال پیش در بم رخ داد. گفته میشه بیش از 30,000 کشته بر جا گذاشته. رقم‌ها و آمار دقیق در کار نیست. بنابراین ایمنی سازی در ایران خیلی مهمه. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید محل سکونتتون، محل کارتون، محل زندگیتون، به ویژه در تهران و شهرهایی که چنین مشکلاتی رو دارن و حتی مسئولین اذعان میکنن که در کمربند زلزله واقع شدن، آیا ایمنی سازی صورت گرفته یا خیر؟ اما اجازه بدین که با هم مرور کنیم یک نکته بسیار مهمی پیش از اینکه بریم به گزارش رو ببینیم که همکارانم تهیه کردن. زلزله در واقع در کشورهای پیشرفته، به ویژه در زمینهای ساختمان که درگیری نزدیکی هم با زلزله دارن، مثل ژاپن و آمریکا، تقریبا مهار شده است. اونا توانستن با بهینه‌سازی ساختمانشون و رعایت اصول ایمنی در ساخت و ساز و بر اجرا نظارت کنن. در واقع به نقطه برسن که بگن کشور در کشور ما زلزله بلا نیست. بسیار نکته مهمیه. چه در ساختمان سازی به لحاظ در واقع معماری، چه در مصالحی که در ساختمان ها به کار میبرن. به نظر شما این اصول ایمنی در ساختمان سازی در ایران در چه حدیه؟ گزارش رو میبینیم با هم که در واقع در تجربه ای هستش در کمک رسانی که یک گروه آمریکایی برای زلزله بم انجام دادن. بعد برمیگردیم به پرسش های شما در تلفن، اسکایپ و تمیراهای ارتباطی که اعلام شد. در اولین ساعت روز 26 دسامبر، 5 دی ماه 1382، زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.7 ریشتر شهر تاریخی بم را به تلی از آوار تبدیل کرد. آمارها که از کشته شدن نزدیک به 30,000 شهروند و بی‌خانمان شدن حدود 45,000 تن بود. هزاران کیلومتر آن طرف‌تر، گروهی از اعضای امداد و نجات تیم واکنش سریع وابسته به آژانس اداره توسعه بین‌المللی آمریکا USAID در تکابوی اعزام به کشوری بودند که تا آن زمان حدود ربع قرن نبود ارتباط سیاسی را تجربه می کرد. از پس از انقلاب 1357، این نخستین و تا این لحظه تنها موردی بود که هواپیمای نظامی ایالات متحده آمریکا حین انجام این ماموریت انسان دوستانه مورد استقبال جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. دیوی پرکس، یکی از فرماندهان تیم اعزامی آمریکا در آن سال، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا از اینکه ماموریت کمک رسانی به ایران میسر شده بود، هنوز هم کمی شگفت زده است. ما به عنوان گروه امداد و نجات به مسائل نگاه سیاسی نداریم. آنچه برای ما مهم است کاهش رنج انسان هاست. ما
بر پایه وظیفه‌ای که دولتمان بر عهده ما می‌گذارد عمل می‌کنیم. اگرچه مقصد ما ایران بود، اما یک واقعیت را بگویم و آن اینکه احتمال می‌دادیم که این ماموریت انجام نشود، اما در هر صورت ما خودمان را آماده کردیم. به گفته وی رفتار مهربان ایرانی‌ها که قربانی بلای طبیعی بزرگی بودند برای وی گواهی از بزرگی مردم این کشور است. It was of course my first time in Iran. اولین باری بود که به ایران می‌رفتم. از زیبایی‌های ایران و منطقه‌ای که در آن بودیم شگفت‌زده شده بودم. در تمام مدت ماموریتمان ایرانی‌ها همواره با لبخند و تعارف چای از ما استقبال می‌کردند. اگرچه وظیفه ما کمک به مردم درد کشیده در این شرایط بود، اما مردم بزرگ این کشور فراتر از حد متعارف با ما خوش رفتاری کردند. در آن زمین لرزه علاوه بر تخریب شدید ارگ تاریخی بم که بزرگترین سازه خشتی جهان بود، حدود 85% ساختمان‌ها کاملا از بین رفته و بیش از 100 مدرسه یا کلا منهدم و یا عملا غیر قابل استفاده شده بود. مهندس سازه جان تانگ نیز جزء گروه امداد و نجات آمریکا در بم بود. به گفته وی ارزیابی استحکام سازه‌های بازمانده از زمین لرزه جزء وظایف وی بوده است. من در آنجا مقاومت ساختمان‌ها و امکان استفاده از آنها برای انبار کمک‌های انسان دوستانه را ارزیابی می‌کردم. بخش دیگری از وظایفم این بود که امدادگران از کدامین بخش ساختمان آسیب دیده بدون خطر وارد شوند. دیوی پرکس می‌گوید از دیدگاه دولتمان و سازمان ملل که هماهنگ کننده همه گروه‌های خارجی امداد نجات بود، ماموریتمان موفقیت آمیز بوده است. آقای پرکس امیدوار است که در یکی از مانورهای امداد و نجات که تحت نظر سازمان ملل در سال 2016 و یا 2017 برگزار می شود، همراه ایرانیان شرکت کنند. خیلی خیلی دوست دارم که به ایران برگردم. وقتی که به بم رسیدیم متوجه شدیم که این شهر به خاطر ارگ شهر گردشگری است. من در آنجا خرما و پسته را کشف کردم و حالا هرگاه فرصتی پیدا شود پسته و خرما می خورم. خیلی دوست دارم چه به عنوان نماینده دولت آمریکا و یا گردشگر دوباره به ایران برگردم. دولت‌های ایران و آمریکا طی دو سال اخیر بر سر مسائل مورد توجه دو جانبه مانند پرونده اتمی تهران و موضوعات منطقه‌ای مانند بحران سوریه پشت میز مذاکره رو در رو نشستند. اما کماکان روابط سیاسی دو کشور برقرار نشده است. یکی دیگر از راه‌های ارتباطی برنامه روی خط پیام‌گیر اتوماتیک ماست. شما می‌تونید از همین لحظه با شماره 202-382-7205 تماس بگیرید و نظراتتون رو در برنامه منعکس کنید. مسعود. بله. این آغاز برنامه ماست. گزارشی بود از همکارم آقای فرهاد پولادی که با هم دیدیم در واقع کمک‌های انسانی در چنین شرایطی می‌دونه به انسان‌هایی که دردمند هستن کمک کنه فارغ از اینکه دولت‌ها چگونه فکر می‌کنن. آقای اعظمی از خراسان روی خطیم، بفرمایید. آقای اعظمی سلام، خسته نباشید. خدمت بفرمایید. بعد درود و خسته نباشید خدمت جناب عالی و همکار محترمتان جناب آقای افشار سیباتی. جناب سفیدیم علو سلام یاد؟ بله پخش میشه، بفرمایید اعظمی. عرض خدمت من تقریبا 7-8 سال پیش تجربه بودم ستاد حوادث غیر متعدد تهران دادم. بله. در رابطه با زلزله خودم آقا این تر اگه اجرا کنی از دماغ کسی خون نمیاد. تقریبا دادم مهندسیشون هم قبول کردن، منتها یه شرط داشتم. خودم من به شرط این تقریبا براتون میدم که اجازه بدین نیم ساعت تو کانال یک یا دو آزاد صحبت بکنم در رابطه با مسائل سیاسی، که اینا اجازه ندادن. بعد اومدم تقریبا در استانداری مطرح کردم، استانداری قبول کرد، ستاد حوادث هم قبول کردن، باز دوباره اومدم بررسی کردم، باز اجازه ندادن. ولی الان اگه اجازه بدید من این طرح به شما تقریبا این توضیح مختصری میدم که خیلی راحت و آشکار. منظورتون احتمال آقای عزیزی منظورتون احتمالا مختصره دیگه، چون مفصل ما زمانشو نداریم. سپاسگزارم. میفرمایید آقای عزیزی، بفرمایید. آقای اعظمی جان بفرمایید. بفرمایید. الو بفرمایید. اکثر جایی که تو خونه این وقتی یه زلزله اومده نگاه می‌کنین یه گاز صندوق، یه صندوقچه، یه چیز بزرگ تو خونه هست سالم مونده، چیزی طوری نشده. ما یه بخونیم همه اتاقی که به اصطلاح اتاق خواب یک بطوله به صورت یک مستطیل یا مکعب مربع به طور یک لایه دومی از آهن به صورت محصور بسازیم با فاصله 10 الی 15 سان از دیوار اصلی به صورت متحرک باشه.
فرض موقعی که به اصطلاح خوابه در اون اتاق باشه، خود در روز روشن اتفاق میفته تو دشوی همونه، بلافاصله زلزله میاد تو اتاق، خودش چیز کنه مفصول بکنه تو اتاق بنده، به احتمال 99 درصد اتفاقی براش نیفته. و اگرم در طبقات بالاتر از اینم بود که به صورت کمربند ایمنی براش مصادم، اگر طبقات بالای همین بلوکی به صورت کانتینر یا به صورت گافتنده که ساختی در داخل اتاق اولی پایین بیفته، او کمربند ها وسط انسان در این کمربند ایمنی در وسط اتاق سالم نگرد بگیم که ضربه بالا پایین. آقای عظمی سپاسگزارم از اینکه اومدین روی خط، نظرتون رو دادیم. تجربه شخصی هم به کار میاد، همونجوری که آقای عظمی اشاره کردن، در واقع هستن در خانه هایی که در مناطق زلزله خیز لوازمی که پس از زلزله سالم موندن، اما احتمالاً این دلیل بر این نیست که الزاماً اون توصیه بشه برای در واقع به کار بردن و به کارگیریش. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستیم، تا ادامه برنامه همراه ما باشید. بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. رضا از کاربران فیسبوک روی خط درباره روز ملی ایمنی در برابر زلزله نوشته که روزهای ملی و مناسبت‌های از قبیل روز ملی ایمنی در ایران غالبا از جانب حاکمیت چندان دارای اولویت و با اهمیت جلوه داده نمی‌شود، زیرا چنین واژه‌هایی به ملت و هویت مردمی تعلق دارد. لذا از نگاه ایدئولوژیک ملی بودن با اسلامی بودن منافات ساختاری دارد و در یک سرزمین نمی گنجد. با توجه به امکانات کم و فعلی سازمان هلال احمر ایران، متاسفانه نقطه امید بارز و توامندی برای کنترل و بروز ظهور بحران و مدیریت شایان آن دیده نمی شود. زیربنای خانه های مسکونی مردم اکثرا بافتی قدیمی، کلنگی و فرسوده دارند و فاقد ایمنی و استانداردهای نوین جهانی است. گفته می شود ایران بر روی نوار زلزله قرار دارد که در هر لحظه نابهنگامی می تواند فعال شود و با چنین بحران خطرناکی هم روبرو شود. خدا به داد مردم ما برسد، با چه تلفاتی و براستی که چه شود. شاید مسئولین به خاطر داشته باشند که ایران در مقابل زلزله بدون خطا و سابقه نیست. زمین لرزه های تأسف‌بار رودبار، منجیل، بم و کرمان را تجربه کردیم که چقدر آسیب پذیر بوده. محمود از دیگر کاربران ما نوشته که با اینکه ساختمان‌های بساز بفروشی ما هم تا الان خیلی خدا کمکمون کرده که زلزله بزرگی در مراکز مسکونی رخ نداده، با این حال با این ساختار چاره‌ای نیست جز اینکه هر لحظه از خدای خود بخوایم ما را از خطر سیل، طوفان و زلزله نجات دهد، چون بادهای با سرعت بیش از 50 کیلومتر در کشور ما تبعاتی به بار می‌برند، چه برسد به زلزله. مسعود. آقای محسنی از استان مرکزی روی خط هستیم، بفرمایید. درود بر شما آقای صدری. درود بر شما. خدمت شما عرض کنم که ما خیلی مشکل داریم در رابطه با ساختن خانه‌های غیر ایمن. اکثر خدمت شما عرض کنم که 60-70% خونه‌های ایران قدیمی‌ان و ایمن نیستن. از نظر زلزله هیچ چیزی ندارن، قدیمی ندارن. یک پنجیشه زلزله بیاد، چاریشه زلزله بیاد، 60-70% خونه ایران خراب میشه. الان سمت خونه که من نشستم، سمت راستم یه خونه ای هست، دو طبقه هست، مال 50 سال پیشه. اومده طبقه سومشو بدون اجازه شهرداری شروع کرده به ساختن، برای اینکه مسجل بیاره یه چایخونه بگیره. سمت چپم به همین صورت. روبروم یه مشتری ساختن 5-6 طبقه، این چیز نمیدادن، شهرداری پایان کار نمیدادن. روزی میخواست پایان کار بگیره، به والله قسم آمد مأمور شهرداری آمد یه چیزی گذاشت جیبشون،
صاحب مشتنه او اشکار نده امضا کرد براش رفت. حالا با این تشکیلات به چه وضعیتی ما میتونیم برسیم؟ ما میتونیم چکار کنیم؟ ما شهرداریمون یه وضع روی خط زلزله بودن و این هم از وضعیت ساختن خونه های قدیمی تقریبا 80% خونه های ما قدیمیه که روی اصول مهندسی اصلا ساخته نشده. یه وضعیت اسفناکی ما داریم آقای صادقی، خدا به دادمون برسه. ممنونم آقای محسنی، ممنونم که اومدین روی خط. آقای رحیمی از ترکیه با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام جناب سفیری. سلام بر شما. شب شما بخیر. شب بخیر. یک پیشنهادی داشتم اگر اجازه بدید. خواهش می‌کنم. یک شبم اختصاص بدین به شهر حلب، جایی که شده بلزن با داخاو، که آقای پوتین شده هیتلر، خامنه‌ای شده گوبلز، آقای اسد هم شده. آقای رحیمی موضوع، ممنونم که اومدین روی خط، پیشنهاد دادین، حتما امیدوار بررسی میشه در شورای سردبیری اگر که انتخاب بشه با در نظر گرفتن تمامی جوانبش برنامه خواهیم داشت. شما میتونین که تو فیسبوک برنامه هم نظر خودتون رو بذارین و رو پیامگیر هم نظرتون رو بذارین، من مطمئن بشین که شنیده میشه. ممنونم که اومدین. و در رابطه با این مسئله که شما عرض میکنین، مسئله امداد رسانی، دولت ایران جناب سفیری به فکر این چیزا نیستش. اینها مسائل بسیار مهمتر از این چیزا دارن که بهش برسن. کشت و کشتارایی که میخوان را بندادن در خاورمیانه. آقای رحیمی ممنونم که اومدین روی خط. موضوع برنامه ما نقد رفتار دولت ایران در منطقه خاورمیانه، منطقه‌ای که هست نیست. ما در مورد ایمنی سازی برای خانه ها اصولا شهرها در ایران صحبت میکنیم که روز ملی ایمنی هم در ایران اعلام شده. امیدوارم که بیاین روی خط و نظراتتون رو به ما بگین. کوهسار از کرج روی خط هستیم، بفرمایید. کوهسار صدای تلویزیونت هم باید کم کنیم. سلام، خسته نباشید. ممنونم، بفرمایید. من صدای تلویزیون من بسته است ولی احتمالاً خط موبایلم خوب نیست. اگه بخواید شما قطع بفرمایید. نه خیر، بفرمایید، صدا تو خوبه. متشکرم. یک مواردی که برای قبل از حادثه یک برنامه‌ای در این موارد گذاشته شده، معمولاً وقتی اتفاق میافته ما پشت هم برنامه می‌ذاریم درباره پیشگیری و بعد از سیبا داریم تسکیری، چون اتفاق افتاده و دیگه اون چیزایی که ما دربارش صحبت میکنیم باید منتظر بشیم بعدی از اون تجربه استفاده کنیم. متاسفانه چندین یعنی من حداقل یادم از اواخر یعنی حتی قبل از زلزله رودبار، از اواخر دهه 60 بحث همین که زلزله بود خیلی پراکنده، بعد از زلزله رودبار واقعا یه موجی از برنامه بود، تحقیق و کارهای دانشگاهی اینا در مورد اینکه زلزله بر ساختمان‌ها چطوری باشه صورت گرفت، ولی اون چه کارهای دانشگاهی بود به عمل تبدیل شد، یعنی در بحث اجرایی اون رو لحاظ کردن بسیار کم بود، چه 10%. یعنی ممکن بود در تصمیم گیری های شهرداری ها این لحاظ بشه، ولی بعد با اون ترتیبی که خودتون میدونید دیگه، با پرداخت رشوه و کمیسیون و مسائل دیگه، این رو یه جوری کارش هم یعنی طرف کافی بود 10% اون اصطلاحاتی هم داره مثل کش ساختمون هم چیزایی که تو سازه اصلی استفاده میکنن، خیلی وقتا قبل از اینکه شهرداری بیاد اینا دیتیغه رو میکشیدن، یعنی اون پیراهنا اون میلیاردهایی که باید به اون ترتیب استفاده میشد دیگه دیده نمیشد. بعدم گاهی هم حتی خود مسئولین بهشون میگفتن آقا بس شما این کارو بکنید، اگه بعدم میگه آقا اشتباه کرده مهندسمون، از اینجور مسائل. هنوز این مسائل هست. زلزله بم هم تغییری ایجاد نکرد و بحث اینه که زلزله تهران فقط ساختمان ها نیستن، اینو بارها گفته شده، زیر ساخت های ما مخصوصا لوله‌کشی گاز و افغانستان اینا میتونن به اون فاجعه ابعادی به اصطلاح خیلی بزرگ به صورت تسونامی تلفات انسانی اونو تبدیل کنن. و امیدوارم حالا به هر حال یک دولتی یک نهادی پیگیر این مسئله رو چیز کنه که به یک سرانجامی برسه، نه مثل مسائل دیگه. ممنونم که اومدین روی خط. امیر از تهران روی خطین، بفرمایید. امیر از تهران،
بله بفرم. امیر از تهران روی خطیم، بفرمی. سلام آقای سفیری. سلام برای شما. خسته نباش. ممنونم. عرضم به خدمتتون، به نظر من صحبت کردن از ایمنی در ایران خیلی بی‌معنیه، چون امام جمعه ما بعد 11 سال فرمودن که زلزله بم به خاطر ناایمنی نبوده، به خاطر فساد از من به خدمتتون بیبندواری و از این موارد بوده به نظر من. ببین امیر، اجازه بده که از این اظهار نظرها پرهیز بکنیم، راه به جایی نمیبره. بله از این خبرها هم شنیده میشه، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه، ما حتی انتخابم نکردیم در واقع این رو، به دلیل اینکه خود مسئله منیسازی به قدر کافی جای حرف داره و اهمیت داره. اگر که موافقی و میخوای در این زمینه نظر بدید در خدمت شما هست. نه من خواستم نظرمو بگم. میگم که نظام ما همچین روشی داره دنبال میکنه، اصلا به ایمنی و ناایمنی زیاد اهمیت نمیده، اصلا براشون مهم نیست. ممنون. افشار، یکی از مسائلی که بود اتفاقا همین بحث مطرح بود در فضای مجازی و واکنششون دادن به اظهاراتی که در این ارتباط گفته شده بود، اما ترجیح ما سعی کردیم کامنت ها یا نظراتی رو منعکس کنیم که در اونها صحبت جدی تری زده شده، چون به هر حال اینکه حالا بر اساس گناه زمین لرز میاد این بحث ها کمک خاصی نمیکنه و بزرگترین مشکل فقدان رعایت مسائل امنیتی امدادی در واقع و آموزش اون هستش. فروغ از کاربران اینستاگرام روی خطی که نوشته که با این همه ساخت و ساز بی‌رویه و بی اصول گمونم هیچ ایمنی وجود نداره. ما همچنین سوال کردیم که در ساخت خانه یا محل کار شما چقدر این موازین ایمنی رعایت شده. تقریبا از کاربران دیگری است که نوشته در تهران تعداد زیادی از ساکنان مستأجر هستند و عملا نمیتونن در مورد ایمنسازی آپارتمان های قدیمی که در آن ساکنند کاری کنند. کاربر دیگری در فیسبوک روی خط به نام داریوش برای ما نوشته که آمادگی در ایران در حد صفره، اکثر مدارس باید تخریب و از نو ساخته بشن، بسیاری از منازل مسکونی فاقد هیچ گونه استانداردهای لازم در برابر زلزله هستند و در صورت بروز زلزله شش ریشتری اکثر ساختمان ها فرو خواهند ریخت. هیچ نهادی هم آمادگی این رو که برای بیرون کشیدن مردم از زیر آوار داشته باشه وجود نداره. اتفاقا در مورد این نظر من یک سرچ هم در اینترنت کردم. ماه گذشته رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه‌های زلزله شناسی در گفتگویی با ایرنا گفته بودش که برای مقابله نباید با زلزله تنها متکی به امکانات دولتی و امدادی باشیم، چرا که در زمان وقوع با شرایط جغرافیایی کلان شهر تهران کار زیادی نمیتوان انجام داد و مردم باید خودشان به خودشان کمک کنن. شما اگر تمایل دارید در برنامه شرکت کنید میتونید از طریق راههایی که به صورت زیرنویس به شما نمایش داده میشه با ما ارتباط برقرار کنید تا نظراتتون در برنامه منعکس بشه. مسعود حمید از تهران روی خطین، بفرمایید. ما درود بر شما. درود بر شما. اخلاق میلاد با سعادت حضرت مسیح و به همه هم پیروانش تبریک میگم. عرض کنم من سه تا زلزله مهلک تجربه کردم استاد سفیری. در بوئین‌زهرای قزوین مهلک‌ترین، خطرناک‌ترین برای بینندگان میگم، خطرناک‌ترین زلزله است و بنابراین در اولین دقایق ثانیه‌ها همت و همکاری ثمربخش است. درنگ جایز است و بنابراین پیشنهاد میکنم در درجه اول چنانچه چنین اتفاقی افتاد حفظ امنیت خود دوران اطرافیانتون مد نظر قرار بدید و زیر راه‌پله‌ها باشید. آقای سفیری ببینید موضوع زلزله موضوع مکانی و مرحله گوشی از دنیا نیست، این تهدیدیست برای همه امنوان ما در این کره زمین. بنابراین زلزله به گمان من ژاپن تجربه بسیار زیبایی را انجام داده، چرا که ساختمان ها را سبکسازی کرده. خود سبکسازی آسیب رو کمتر خواهد کرد. حالا من به عرض شما بسنم ساختمان های قبل از سال 50 به دلیل
فراوان سیمان مسائل ریختن سنگین است ولی استحکامش خیلی بالاست. از طرفی من از تهران با شما صحبت میکنم. سال 57 تهران یک دایره بسیار کوچکی بود، الان 10 برابر شده و طبیعتاً ساخت ساز درش صورت گرفته. تهران 50% مستحکمه، 50% آسیب پذیر و خوشبختانه اینه به استعداد همه بینندگان شما برسونم، الان در مدارس ما بحث زلزله آموزش داده میشه. بچه های ما میدونن که در چنین مواقعی چگونه خودشون نجات بدن. من در بوئین زهرا یک انسانو در زیر آوار به چکم به روح پدر مادرم در همون در حال فوت نجاتش دادم. بنابراین در چنین مواقعی افرادی که دارای توانایی هستن باید آب دستشون زمین هست بگذارند و زنده ها رو نجات بدن. من یه در انتهای پیشنهاد شما دارم، این شبکه شما شبکه فرهیسته ثانیه ثانیهش آقایی بخشه. من تقاضا میکنم سخنان عزیزان ما که دارم صحبت میکنن خارج از بس اصلا به درد ما نمیخوره، در پشت به اصطلاح پالایش کنید. آدم متخصص هم در راستای زلزله بیاد. سپاسگزارم حمید، سپاسگزارم از اینکه اومدین روی خط. بله، نکته کمی اشاره کردن نکته بسیار مهمی هست، اینکه بس کارشناسی باشه. اما آخرین زلزله مهیبی که در واقع در ایران رخ داد زلزله بم بود 13 سال پیش، 5 دی ماه در واقع در ساعت بامداد بم لرزید و گفته بیش از 30,000 تن آمار دقیقی وجود نداره جان خودشون رو از دست دادن. یکی از کسانی که در این حادثه متاسفانه جان خودش رو از دست داد آقای ایرج بسامی، هنرمند سرشناس و هنرمند آواز ایران بود، با ترانه بسیار معروفی که هنوز بعد از سالها جای شنیدن داره، گلپونه های آشنایی. همکارانم یک تصاویری رو با این صدا برای شما آماده کردن با ادای احترام به آقای بسامی و همه جانباختگان زلزله بم و حوادث غیر مترقبه در ایران و جهان. کشوری که هر روز حادثه اتفاق میفته، زلزله تقریبا هر سال چند بار در یکی از استان‌های کشور اتفاق میفته، باید سازمان‌های امدادرسانی در 4 طرف مملکت در هر استانی حداقل باید یک سازمان امدادرسانی باشه که به مردم کمک کنه. به جای ساختن حلب از فردا سو و خرج کشورهایی کردن که با ما هیچ ارتباطی ندارن، چه خوبه که یه مقدار مخارج برای این کار برای جان هموطنان کنار گذاشته بشه. خدمت شما عرض کنم که موارد خیلی خیلی زیادیه که باعث شده ساختمان‌های مملکت خودمون، من حالا از شهر تهران بهتون میگم، خیلی خیلی ناایمن باشن، در واقع ایمنی نداشته باشن. حتی پروژه‌هایی که در شهر تهران ساخته میشن به جرئت میتونم بگم 20% ایمن خواهند بود و بقیه پروژه‌های ساختمانی کلن ایمنی ندارن و این باعث چند مورد که باعث این شده. یک، سازندگانی که ملکارو می‌سازن عملاً هیچ گونه صلاحیتی بابت ساخت و ساز ندارن. خدمت شما عرض بکنم که هیچ کدوم از مشاوره‌های ما مشاوره‌ای درست نیست، مشاورشی و تکنیک قبل از نقشه ها رو که بخوان ساختمون رو چه نقش ساختمون کشیده شده و گزارشته مکانیک ها
بدون استفاده از هیچ گونه قناتا رو در نظر نمیگیرن. همه اینا باعث میشه توی یه مدل سازی از ابتدا تا انتها که ساختمون ساخته میشه، ساختمونی بدون هویت مهندسی ساخته بشه و یه نمای ظاهری داشته باشه، بعداً هم توی زلزله 100% تاثیر خودش رو نشون بده. سیاوش از کاربرانیه که در این ارتباط نوشته زلزله تهران اگر امروز نباشه فردا رخ میده، چون زیر تهران خالیه و اکثر خونه ها زیر پی خونه هاشون چاه وجود داره، همه خونه ها فرو میرن و در راهای عمیقی به خاطر زلزله به وجود میاد. و بحث همچنین بحث انتقال پایتخت رو هم مطرح کرده در کامنتش. سعید از کاربران اینستاگرام روی خط هم نوشته که متاسفانه در ایران عقص بیمه نامه املاک و مستغلات اجباری نیست و پس از وقوع بلایای طبیعی مثل زلزله دولت‌ها از پول بیت المال برای جبران خسارت‌های آسیب دیدگان هزینه می‌کنند. به نظر من باید بیمه منازل مسکونی، ساختمان‌های تجاری و باغ‌های کشاورزی در مقابل بلایای طبیعی اجباری شده و بیمه‌ها در زمان ساخت و بهره برداری سازه‌ها و نگهداری باغ‌ها و مزارع برای این امور نظارت کنند. رضا هم از کاربران فیسبوک روی خط بوده که در پاسخ به اینکه آیا شما آمادگی مقابله با حوادث ناشی از زمین لرزه رو دارید نوشته به خدا هیچ آمادگی نداریم، ولی زندگی توی این مملکت مثل زندگی در زیر سقف پوسیده است که هر لحظه باید منتظر فرو ریختنش بود. مسعود. آقای مسلمی از کرج روی خط هستیم، بفرمایید. آقای مسلمی از کرج، مسلحی، بفرمایید. مسلم هستم. بفرمایید. عذرخواهی میکنم. بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. البته مشکلات ما جناب آقای سفیدی خیلی بزرگتر از این حرف هاست. بله. موقعی که ما البته ما آموزش های زیادی در رابطه با مدارس و ادارات انجام میشه، آموزشی که برای آموزش فردی برای زلزله و کلن بلایای طبیعی، ولی برای امنیت هممیهنان، امنسازی این کل این ساختمانایی که توی ایران آپارتمانایی که ساخته میشه خیلی بعضش خرابه، خیلی، یعنی باید این آپارتمانا بساز بفروشایی که این درست میکنن باید مهندس ناظر داشته باشه. منتها به خاطر اینکه نظام ما آلوده هست و موقعی که مهندس ناظر میاد با بساز بفروش همدست میشه و رشوه میگیره، نمیذاره اون فونداسیونی که باید درست ریخته بشه و یک ساختمانی که از پایه باید درست بره بالا و از زلزله نگاری کل این چیزهای امنیتی رعایت بشه، منتها به خاطر آلودگی مالی تمام ارگان‌های ما که و از اوضای کلن ادارات ما خیلی و از اوضاش خرابه، به خاطر رشوه و فساد مالی واقعا نمیذارن این ساختارها به جای درست کشیده بشه. و ممنونم آقای مسلم از اینکه اومدین. ممنونم که اومدین روی خط. آقای عزمیان اگر که درست گفته باشم از تهران روی خط هستیم، بفرمایید. سلام قربان، خسته نباشید. ممنونم. به تمام بینندگانتونم شب بخیر عرض میکنم. عرض کنم خدمت شما که متاسفانه بحث ایمنی تو ساختمانهای تهران، من تو محل کارم فعالیتم تهران بهتون مثال میزنم و کل کشور رو در واقع شامل میشه، ما افرادی رو داریم به عنوان سازندگان در تهران که اصلا سازنده نیستن. طبق مقررات ملی ساختمان قرار بود مهندسان مجری ساختمون رو بسازن، ولی متاسفانه الان هر کسی که پول داره ساختمون میسازه و به هیچ عنوان مجری سر پروژه نیست. خیلی کم، 10% از پروژه های تهران، پروژه های خیلی بزرگ، 10%شون مهندس مجری دارن. قبل از همه اینا ارگانهای نظارتی روی انجام کارهای ساختمونی خیلی خیلی دارن ضعیف عمل میکنن، یعنی به نظر من که تو شغلانه دارم میگم خیلی ضعیف دارن عمل میکنن. ما یه بحثی رو داریم وقتی یه ساختمونی که میخواد ساخته بشه از طراحی از مطالعات ژئوتکنیکش گرفته تا روز آخری که پایان کار میگیره
خیلی تخلفات به صورت گسترده است. ساختمون نقشش طراحی شده بعد مطالعات ژئوتکنیک میخواد. ساختمون میره جلو، ناظم چند وقت یه بار میاد سر پروژه سر میزنه. مجری ساختمون عملا اسمش توی پروانه ساختمون میخوره، ولی یک شخص سوریه، هیچ مجری وجود نداره ساختمون رو بسازه. نهایت روز بازدید چهار بار بازدید میان میرن. سر این باعث میشه که خیلی تخلفات گسترده شکل بگیره. و اصلی‌ترین مسئله به نظر من بحث زلزله و ایمنی، ما ایده های جدید تو کشور خیلی بد میپذیریم. پروژه های ما عملا اگر ناظر مجری همه به درستی هم فعالیتشون ادامه بدن، متاسفانه بحث زلزلهش توش دیده نشده. آن شما مقررات ملی ما داریم و این نامه 2008 زلزله، ولی بحث این که پیای لاستیکی استفاده بکنن، ایده های جدید بیاد، همیشه باهاشون مخالفت ایجاد میشه و نمیذارن این بحث در واقع اجرایی بشه. مرسی، متشکرم که وقت من دادید. ممنونم که اومدین روی خط. علی از ترکیه با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. با درود و خسته نباشید جناب سفیر، من چون احساس میکنم مسئولین برنامه‌تون رو گوش میکنن، یه خواهش ازشون دارم و یعنی که میان پیشگیری بهتر از درمانه. قضیه تراژدی زلزله در تهران، اینو من نمیگم، نه کارشناس هم، نه چیزی، چون که کارشناس هم میگم و اخباری که به ما میرسه. ببینید، چون تهران در کمربند زلزله قرار داره و تهران یه جمعیت کاذبی داره و همه هم مسئولی خودشون میگن که خونه های غیر استاندارد ساخته میشه، با این سازهایی که ساخته میشه غیر استاندارد، اصلا در حال غیر زلزله حتی مقاومت نداره و رای گریز و فراری هم وجود نداره. من خواهش، تنها خواهش من اینه، بازم به گفته کارشناسا میگم، چون ما تنها کشور چهار فصلی هستیم که میتونیم نیروگاه بادی داریم، نیروگاه دیگ بخاری داریم، نیروگاه سدی داریم و امثال این، میتونیم گرمایشی و سرمایشی کشور به خصوص تهران رو غیر از گاز تامین کنیم. خواهش من اینه که بعدا نشینیم گله کنیم. میگن اگر انفجاری، اگر زلزله در تهران رخ بده، انفجار گاز گویا خیلی بیشتر از خود زلزله میتونه آسیب برسونه، اون موقع این تراژدی چجوری باید حل کرد؟ خواهش من اینه از مسئولین اینه که حداقل گوش کنن، که بعد نشینن گله کنن. اگر همچی چیزی وجود داره، کارشناسان متخصصین بیان سعی کنن این مسئله گاز، و الان که مدتیه تهران داره نشست میکنه و آمادگی بیشتری پیدا میکنه، بیان پیشگیری کنن، حداقل دیگه آسیب کمتری به مردم برسه. متشکرم. ممنونم. افشار جوفر از کاربران اینستاگرام برای ما نوشته که بیشتر ساخت و سازها از نظر زیر ساخت استانداردها رعایت نمیشه و شاید یکی از دلایلش سود زیاد بردن پیمانکار مربوطه است. در کل سنبلکاری میکنن. در روستا اکثر خانه ها کلنگی است و اونها هم درآمدی ندارن. برای ساخت مسکن هم 10 میلیون وام میدن و با این مبلغ چطور میشه مقاوم سازی کرد؟ فکر نکنم 1% از مردم حتی فکرش هم نکردن، چه برسه به تمرین عمل کرد در زمان وقوع زلزله. جاله از کاربران دیگر فیسبوک روی خط، در فیسبوک روی خط نوشته که متاسفانه در ایران ساخت و سازهای جدید بساز در رو بوده و ساختمانهای فرسوده هم که احتیاج به بازسازی داره، همین جوریش زلزله نیامده زمین فرو نشست میکنه، چون غیر اصولی بوده و غیر کارشناسی مترو میکشند و خطوط ریلی و گاز همه تو کل ایران غیر اصولی هستش، چون فکر کنم جون مردم رو اصلا حساب نکردن، فقط فکر جیب خودشون بودن. امیدوارم که هرگز در ایران تهران زلزله نیاد، چون اتفاق هولناکی رو خواهد داد. امداد رسانی ترافیک، خیابان‌های غیر استاندارد، گازکشی غیر استاندارد، یعنی فقط خدا نکنه هرگز چنین اتفاقی رخ بده. و سیف الله هم در فیسبوک ما برامون نوشته که من یک کارمندم و در یک شهر کوچک زندگی میکنم، خانه هم از خشت و گل است، یک شب با آسایش نداریم، چرا که با کوچکترین زمین لرزه بر سرمون آوار خواهد شد. چه کنم که توانایی ساخت یا خرید یک خانه امن ندارم، آن هم بعد از 30 سال کارمند بودن. مسعود. محمد از شیراز روی خطین، بفرمایید. بفرمایید، صدای تلویزیونتون رو کم کنید، بفرمایید. سلام بر شما. محمد از شیراز، بفرمایید. سلام جناب سفیری. سلام بر شما. خسته نباشید، شب روزتون بخیر. و همچنین سلام میکنم آقای افشار سیگارچی. عرض کنم در رابطه با مسئله ایمنسازی که ما امروزه در جامعه ما داریم، عرض کنم ببینید، یه اداره بنیاد شده به نام اداره پدافند غیر عامل
که ما الان متاسفانه ولی اسمی از این در رسانه ها و اطلاع رسانی نیست. اداره پدافند خیر عامل فقط نادر بر مواقع بلاهای طبیعی از جمله زلزله سیل و آتش سوزیه که متاسفانه اینا هیچ وقت برای مردم آمار نمیدن و هیچ وقت برای مردم اطلاع رسانی نمی کنن که بتونن لااقل در مقطع مدارس و در مقطع دانشگاه که رسید باشه برای اطلاع رسانی. ولی امروزه وقتی شهرداری پای شهرداری میاد وسط آقای تفیری ما تو مملکتی زندگی میکنیم که متاسفانه الان هیچ کس نسبت به اون شغلی که تخصص داره در اون رفته میخواد کار بکنه تخصص نداره و ساختمان های ما هم 70% خیلی میمنن. خدا کنه که هیچ وقت زلزله در تهران نه، چون تهران تنها شهریه که در ایران در گوتل اصلی زلزله قرار داره. ممنونم که اومدین روی خط. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین، در آخرین دقایق همراه ما باشید. سری جدید فرارو از 13 دی ماه دوشنبه تا پنجشنبه 12 ظهر به وقت واشنگتن، 8:30 شب به وقت ایران. VOA فارسی، اینستاگرام صدای آمریکا. احمد رضا از کاربران اینستاگرام روی خط نوشته که وقتی که با دادن رشوه میله‌گرد صاف رو در پی ساختمان به جای آجدار کار میکنن و عیار سیمان بتون رو پایین میارن، فقط باید برای ایمنی ساخت و ساز متاسف بود. مسلماً با کوچکترین لرزه‌ای پی ساز دچار شکستگی و خردشدگی میشه و ساز سری ریزش خواهد کرد. شک نکنید این اتفاق فاجعه بار خواهد بود. کاربران دیگری هم بودن در اینستاگرام و فیسبوک ما که امیدوار بودن که این اتفاق در تهران نیفته چون فاجعه بار خواهد بود. اما کاربر دیگری به نام محمد نوشته که من خودم دانشجوی دکترای مهندسی زلزله هستم و ما از نظر علمی از دنیا عقب نیستیم. مشکل اصلی از دو جهت است. اول اینکه کار ساختمان سازی کاری تخصصی توی ایران نداره و دوم اینکه متاسفانه اکثر ساختمان سازها و انبوه سازهای ما غیر متخصص های پولداری هستن که فقط دنبال منابع بیشتر با صرف هزینه کم هستن. جامعه پزشکان و آهن فروش ها عمده انبوه سازهای ایران هستند و متاسفانه مهندسین ما هم به دلیل عدم دریافت درآمد مناسب و برحق بودن خودشون از سوی و از سوی دیگر ضعف شدید نظام مهندسی در مقابل ارگان ها و انبوه سازها هیچ گونه حمایتی از مهندس ها نمی کنیم. مسعود. آقای ناصری از هلند روی خطین، بفرمایید. بخیر خدمت شما جناب سفیری و تیم صدای آمریکا. خواهش میکنم جناب سفیری، مسئله ایمنی در نظام جمهوری اسلامی اصلا مسئله نیست که به اون اهمیت داده بشه. اصلا چیزی که اهمیت نره ایمنی مردم و شهروندای اون کشوره. کشوری که روی خط زلزله قرار داره و تا چند دقیقه آیندهش نامعلومه، چه پیش بینی کرده، چه تدارکاتی رو در نظر گرفته؟ هیچی، همش صفر، همش تبلیغات الکیه. شما نگاه بکنید روزها در بوشهر چرنوبیلی رو ساختن که اگر روزی خدای نکرده زلزله به اونجا وارد بشه، زلزله به اونجا صدمه بزنه، چه فاجعه زیست محیطی، چه فاجعه انسانی به بار خواهد آورد. شما نگاه بکنید در تهرانی که کوچه هایی هست که حتی ماشین نمیتونه تو اون کوچه ها بره، چه برسه به این که شما بخواید امداد رسانی کنید در حالت عادی، در زلزله که دیگه اصلا باید فراموش کرد. اینها هیچ چیزی رو
سر جای خودشون نذاشتن، هیچ چیزی سر جای خودش نیست. تنها چیزی که مهم بوده درآمد اقتصادی بوده برای این آقایون که جیبای خودشونو پر کنن. حالا بعدش چی میشه اون دیگه مشکل اونا نیست، این دیگه مشکل خود مردمه. یا باید بمیرند یا باید یه جوری شانس برن زنده بمونن. زنده بمونن هم از بدبختی و بیچارگی خواهند مرد. یعنی هیچ چیزی برای این فاجعه زلزله اینها در نظر نگرفتن. شما به من بفرمایید که چند تا مرکز آموزش سگهایی رو دارن که تو زلزله از اونها استفاده میکنن، چند نفر در آتش نشانی دارن که به مدارس رجوع میکنن و آموزش وسایل آموزش اولیه ایمنی در مورد زلزله رو به خود بچه ها میدن به عنوان یک کارشناس. اینا رو که ما نداریم در اونجا. الانم خدا نکنه اگه فردای چیزی زلزله بیاد در اون تهران، میگن کار صدای آمریکا بود. اینا میدونستن از جلو آقای ناصری سپاسگزارم، میایین روی خط و نظر میدین. حمید از شیراز روی خطین. حمید بفرمایید. بفرمایید. ممنونم، بفرمایید. آقا در مورد ایمنی بسید که باید داریم مقصم بگیم ایمنی اصلا در مملکت ما افتضاح است. بعد شما اگه ببینید داستان های رضایی که خود دولت به نامگذارشون بگه، یعنی ببینید واقعا اصلا افتضاح کار کردن. یعنی نه به قول معروف چیزه. الو صداتون رسان نیست محمد، من عذرخواهی میکنم، امیدوارم در برنامه های دیگه در خدمتون باشیم. کیوان از ایران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام عرض میکنم جناب آقای سفیری و خسته نباشید خدمت شما و همکارانه. عرض به خدمتون، مدیریت بحران در ایران واقعا متاسفانه اتفاق نمیفته، چون مدیران کشور وقتی پیدا نمیکنن که صرف پیشبینی خطر بکنن. مثلا فرض کنید خطرهای مترقبه، حالا مثلا فرض حادثه قطار، این هم یعنی شناخته نشد، هم بعد از اینکه اتفاق افتاد تا چند ساعت بعد امداد رفتن، یعنی نشون میده که این حادثه رو ندید. در مورد زلزله هم متاسفانه واقعا مؤسسه زلزله نگاری دانشگاه تهران دقیق اصلا شناسایی نمیکنه. یک موردش همین زلزله بم بود که من به دلیل ارتباط خیلی دقت داشتم اون روز، روز 5 دی ماه 82. تا ساعت 11 صبح خدا شاهده رادیو مرتب اعلام می‌کرد، یا تلویزیون میگفت بم و جیروفت، بم و جیروفت زلزله شده. به یک نفر میاد اونجا، میاد کرمان، تو اونجا همه تاسیسات خراب شده بود، دستگاه میاد کرمان زنگ میزنه میگه آقا این بم برسون خراب شده، اصلا با ربطی به چیز نداره. حالا تازه بعد این امداد رسانی به بم که یه شهر سطحی بود، یعنی فقط ساختمان ها روی سطح زمین بودن، چقدر با دشواری انجام شد. خدای نکرده اگر چنین زلزله ای در جای جای تهران اتفاق بیفته، اصلا خدا شده راه ها بسته میشن. خود بنده که صبح بعد مثلا رسیدم اونجا، راه اون محل رو از خیابون اصلی پیدا کردم. کیوان ممنونم که اومدین روی خط، عذر میخوام، دقایق پایانی برنامه هست. هادی از تهران روی خطین. هادی بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. وقت بخیر، بفرمایید. انشالله که موفق باشید. ممنونم، بفرمایید. اولا میلاد حضرت مسیح پیامبر صلح و دوستی رو به همه عالم مخصوصا پیروانشون تبریک میگم. ثانیا از شما عزیز تشکر که از بیراه رفتن صحبت‌ها سریع و به موقع جلوگیری میکنه. ثالثا این دوستان عزیزی که میگن خدا نکنه اینطوری باشه، خدا نکنه، خدا به ما عقل داده، خودش گفته ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. آدم ها خودشون میتونن خیلی از اتفاقات رو تغییر بدن. ببینید ژاپن به جای اینکه این مسائل رو واگذار کنه به مسائل ماورا طبیعی، اومده دو تا بخش رو خیلی توجه کرده. یک، مسئولینش تحقیقات مهندسین زلزله، مهندسین زمینشناسی و اینجور چیزها رو خیلی بهش بها دادن و توی نظارت، توی بحث پایان کار دادن. و مثلا به مانورهای زلزله مثل ایران به عنوان یک تفریح نگاه نمی کنن. مانور زلزله یعنی یک خطر رو حس کردن. مسئولین ما یه بخشی مقصر و مؤثر هستن که حالا بحثا میره به حاشیه و ما توی ایران انقدر مشکلات داریم به حاشیه میریم.
مسئله دوم مردم که بخشیشون سازنده ها هستن. ببینید ما توی هوانوردی یه بحثی داریم به نام aviation ethics، یعنی اخلاق هوانوردی. یعنی اون کسی که داره یه پیچ هواپیما رو میبنده اون رو براش به صورتی باور در آوردن. هادی ممنونم که اومدی روی خط. من یک تلفن از کرمان دارم و کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. از بقیه بینندگانم عذرخواهی و تشکر میکنم. آقای جعفری از کرمان روی خط. آقای جعفری بفرمایید. آقای جعفری بفرمایید. بفرمایید. همه همکارم عزیزتون. مشکل این ساختمان های ایران شهرداری هست. یه فرمان بخندی دیدیم نزدیک به دو سال مردم رو میدونم و بعد از اون مردم مجبور بودن شبانه بسازن یه ساختمان های درست کنن. آقای جعفری عذرخواهی میکنم، فرصت برنامه به پایان رسیده. از آقای زند از تهران و همیشه آقای رضایی از ایران هم عذرخواهی و تشکر میکنم. اما خبرهای پربیننده در شبکه های اجتماعی. شنیده شدن صدای تیراندازی های مکرر در محدوده خیابان انقلاب تهران از مهمترین های شبکه های مجازی بوده. ماجرا از این قراره که مقامات ایران اعلام کردن که یک پهپاد مخصوص فیلمبرداری از سوی پدافند هوایی ارتش مورد شلیک قرار گرفته. ساعتی بعد معاون استاندار تهران عنوان کرده که یک پهپاد صدا و سیمای ایران قصد تصویر برداری هوایی از نماز جمعه تهران را داشته. البته این در حالیه که یکی از مدیران رادیو تلویزیونی حکومتی ایران این موضوع را تکذیب کرده و گفته امروز هیچ کدام از پرنده های سبک صدا و سیما در آن منطقه پرواز نکردن. مسئله ای که با واکنش بسیاری از کاربران در فضای مجازی روبرو شده. روشن نوشته که پهپاد اونجا چی کار میتونه داشته باشه؟ وسط تهران اورانیوم غنی میکنیم یا موشک سازی میکنیم؟ کوادکوپتر رو با ورداشتن با ضد هوایی زدن بعد میگم پهپاد. البته جا داره اینجا توضیح بدن که پهپاد مخفف کلمه پرنده هدایت پذیر از دور هستش. کوروش هم از دیگر کاربرانی است که واکنش نشون داده و نوشته از همان اول در زدن پهپاد اختلاف نظر بود. یک عده‌ای میگفتن بزنیم، یک عده‌ای میگفتن نزنیم و نظر من به آنها که میگفتن بزنیم نزدیکتر بود. و پویا هم گفته که بچه که بودیم یه همسایه داشتیم توپمون که میافتاد تو خونه‌اش پاره میکرد. کلا این فرهنگ از بخش‌های بزرگ تا کوچک جامعه وجود داره. مسعود. بله، با این برنامه یک هفته دیگر با روی خط با شما به پایان رسید. ما دوشنبه برمیگردیم، اما روز شنبه همه موضوعها در فیسبوک برنامه منتشر میشه. شما میتونید بیاین نظر بدین و حتما نظرتون خونده میشه. و شب روزگار خوبی داشته باشید. تا دوشنبه شب بر همه شما خوش. صدای آمریکاست.